سلام بر پیشوای آزادی خواهان، سلام بر حسین. سلام و عرض ارادت خدمت یکایک که شما بیننده های شبکه جهانی امام حسین علیه السلام. عرض تعزیت دارم خدمت شما بزرگواران، شهادت 11 پیشوای مسلمانان جهان حضرت امام حسن عسکری علیه السلام را، و عرض میکنم به کربلا خوش اومدید. ابو محمد حسن ابن علی عسکری علیه السلام 11 پیشوای منصوب الهی برای مسلمانان جهان است. دوران سکونت 16 ساله امام حسن عسکری علیه السلام در شهر سامر را، مخصوصاً 6 سالی که دوران امامت آن حضرت بود، غالباً تحت کنترل شدید خلفای عباسی سپری شد، به نحوی که ارتباط آن حضرت با شیعیان بسیار محدود و تنها به وسیله وکیلان و نمایندگان خاص آن حضرت بود. 11 پیشوای مسلمانان جهان در سال 260 هجری قمری به وسیله زهری که به دستور معتمد عباسی 14 پادشاه عباسی به ایشان خورانده شد، به شهادت رسیدند. در طول مدت امامت حضرت عسکری علیه السلام از ایشان خواسته بودند حضور خود را در سامرا به طور مداوم به آگاهی حکومت برساند، چنان که طبق نقل یکی از نزدیکان امام، آن حضرت هر دوشنبه و پنجشنبه مجبور بود در دارالخلافه حاضر شود. بینندگان محترم، سوژه امشب در مورد محدودیت‌های فراوان حکومت بنی عباس برای امام حسن عسکری و 16 سال زندانی کردن ایشان در سامرا هست و از شما میپرسم، به نظر شما حکومت عباسی از زندانی کردن امام حسن عسکری علیه السلام در شهر نظامی سامرا چه اهدافی را دنبال میکرد؟ من مسعود بهنام هستم و تلویزیون امام حسین علیه السلام این فرصت رو به شما بیننده های محترم میده که با برنامه هشتگ سوژه تماس بگیرید و نظرتون رو در مورد سوژه امشب و سوالی که مطرح کردم بیان بفرمایید. راه های ارتباطی رو روی صفحه تلویزیون میبینید. شماره 20964-770-309-6135 شماره هست که از طریق تلفن و واتساب میتونید با برنامه در ارتباط باشید. بیننده هایی که در کشور ایران هستند میتونن از طریق سامانه پیام کوتاه به شماره 5011-4070 اسمس ارسال کنن و شناسه ما در اینستاگرام @سوژه هست. بله بیننده های محترم، برنامه هشتگ سوژه 181 قسمت از برنامه هشتگ سوژه رو در کنار بارگاه مطهر حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و قمر منیر بنی هاشم حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام در خدمت شما بینندگان و عاشقان اهل بیت علیهم السلام هستم. شب شهادت امام حسن عسکری علیه السلام، امامی که در دوران جوانی با سن 29 سال توسط حکومت بنی العباس به شهادت رسید. واقعا فقط همین که سن 29 سالگی امام حسن عسکری علیه السلام کسی بشنوه براش سوال میشه که چرا اون حضرت باید در این سن به شهادت برسن. با اینکه داریم در اصحاب، یاران و شاگردان اون حضرت
کسانی بودند که حتی تا 170 سال سن داشتند و این قابل تأمل هست برای حق جویان که وجود مبارک و مقدس امام حسن عسکری علیه السلام این جوان 29 ساله چه ضرری برای حکومت بن العباس داشته. از روایات این گونه فهمیده میشه که در دوران 29 ساله زندگی امام حسن عسکری علیه السلام زمانی که امکان دیدار مستقیم مردم با آن حضرت، مثلا در خانه آن حضرت مردم مستقیم برن و با حضرت امام حسن عسکری علیه السلام دیدار داشته باشن، اصلا این امکان وجود نداشته در کل دوران این 29 سال. و شیعیان معمولا در مسیری که امام به دارالخلافه برای اعلام حضور در سامرا می رفتند توفیق زیارت چهره مبارک امام حسن عسکری علیه السلام نصیب شیعیان و محبین آن حضرت می شده. یک نکته هست که خدمتون عرض کنم، در زندگانی امام حسن عسکری علیه السلام این نکته رو می تونید مطالعه بفرمایید. یوم نوبه، یعنی روز مراجعه امام حسن عسکری علیه السلام به دارالخلافه، که عرض کردم در ابتدای برنامه دو روز، دوشنبه و پنجشنبه، به اجبار امام حسن عسکری علیه السلام باید می‌رفتن و در دارالخلافه حاضری می‌زدند. فشار و مراقبت‌های نظام حاکم پس از شهادت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام چنان دامن گسترده بود که باعث شده بود اصحاب امام حسن عسکری علیه السلام متفرق باشند و امکان تمرکز برای اونها وجود نداشت. اصحاب و یارانی که در زندگانی امام حسن عسکری علیه السلام تعداد شاگردان اون حضرت رو حتی بیش از 100 نفر هم نوشتن، ولی تعدادی انگوش شمار بودن، کسانی که وکلای امام حسن عسکری علیه السلام بودن و کسانی که نمایندگان خاص اون حضرت بودن، کسانی چون ابو علی احمد ابن اسحاق اشعری در قم، یا ابو سهل اسماعیل نوبختی در بغداد، یا شخص دیگری در آذربایجان، شخص دیگری در نیشابور، و افرادی که وکلا و نمایندگان خاص اون حضرت بودند. و با تمام این مسائل هنوز جای سوال هست و جای تأمل هست که در زندگانی 29 ساله امام حسن عسکری علیه السلام چرا حکومت بنی عباس از اون حضرت ترس و واهمه داشت و چرا 16 سال بنی عباس امام حسن عسکری رو در سامرا، در منطقه نظامی و در شهر نظامی سامرا زندانی کردند و اهدافشون چی بود از این کار؟ بله بیننده های محترم، اگر در پخش برنامه هشتک سوژه شاهد اختلالاتی هستید که غیر متعارفه و نسبت به دیگر برنامه ها این اختلال ها شاید امشب بیشتر باشه، به دلیل این هست که دوستان من در اتاق فرمان شبکه جهانی امام حسین علیه السلام فارسی دچار نقص فنی بودند و تشکر میکنم از مدیریت محترم شبکه امام حسین علیه السلام به زبان عربی که هماهنگ کردند که برنامه هشتک سوژه از اتاق فرمان شبکه امام حسین علیه السلام دو، دوستان ما در اتاق فرمان شبکه امام حسین عربی باشند و این اختلالات و رفت و برگشت هایی که احتمالاً شما بیننده اون هستید مال همین نقص فنی هست و اینکه دوستان من در این طبقه ای که من هستم نیستن و اتاق فرمان در شبکه جهانی امام حسین عربی هست. بله بیننده های محترم، در مورد حکومت بن العباس صحبت می کردیم و اینکه ترس و واهمه داشت از حضرت امام حسن عسکری علیه السلام. دوستان من اشاره می کنند که ارتباطمون با شهر مقدس سامرا هم برقرار شده و چه بهتر از این که در شب شهادت امام حسن عسکری علیه السلام دلهای عاشق رو روانه شهر سامرا کنیم. اگر
بله، الان به من اطلاع دادن که تصاویر رو شما بیننده های محترم میبینید. بله، شما هم هر جای این کره خاکی که هستید سلام بدید به امام غریب، حضرت امام حسن عسکری علیه السلام. السلام علیک یا مولای یا ابا محمد الحسن ابن علی الهادی المهدی و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا ابا الامام المنتظر. سلام بر امام حسن عسکری، پدر بزرگوار مهدی امت، حضرت بقیت الله الاعظم، امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. تشکر میکنم از دوستانم در اتاق فرمان که این ارتباط رو برقرار کردن و دلهای میلیونها عاشق روانه شهر سامر را شد در شب شهادت امام حسن عسکری علیه السلام. روش حکومتی بنی عباس که از اتاق فکر برنامه این خبر رو دادن که در آینده انشاءالله برنامه ای یا برنامه هایی خواهیم داشت خاص روش های حکومت بنی عباس، انشاءالله در آینده تقدیم حضورتون میشه. روش های مختلفی داشت حکومت بنی عباس برای محدود کردن اهل بیت علیهم السلام و برای محدود کردن شیعیان اون حضرت و اینکه ارتباط کمتری با امامان علیهم السلام داشته باشند. این محدودیت ها از دوران هفتمین پیشوای مسلمانان جهان حضرت موسی بن جعفر باب الحوائج الالله علیه السلام بیشتر شد. اون زندان طولانی آقا موسی بن جعفر علیه السلام و فعالیت های مختلف هارون این شروع این محدودیت ها و اعمال بیشتر فشارها بر اهل بیت علیهم السلام بود و از هارون این فشارها بیشتر شد تا مأمون و تا دیگران و تا معتمد که حضرت امام حسن عسکری علیه السلام رو به شهادت رسوند. حکومت بنی العباس از هر روشی استفاده می کرد که ایجاد محدودیت کنه برای امام حسن عسکری علیه السلام. بله، تماس داریم. سلام میکنم به آقای قاسم که از تهران با ما هستن. بفرمایید. آقای قاسم صدای من رو دارید؟ بله، صدای شما رو دارم. سلام میکنم خدمت شما و سوال امشب ما این هست که به نظر شما حکومت عباسی از زندانی کردن امام حسن عسکری علیه السلام در شهر نظامی سامر را چه اهدافی رو دنبال میکرد؟ خیلی ممنون، متشکرم. السلام علیکم یا ابا عبدالله حسین. السلام علیکم یا ابا الفضل عباس. قبل از هر چی سلام بدم خدمت آقا و اردبیلی کفن. خدمت رو عرض کنم که حکومت عباسی خیلی چون میدونست طبق روایاتی که شنیده بود میدونست که امام عسکری اگر بچه دار بشه بچهش آخرین امامه و امام زمانه و اینو میخواد جلوگیری بکنه از این کار که متأسف که الحمدلله شکر خدا نتونست این کارو بکنه. بله. هر کدام که امامو در جایی که مثلا نظامی بود نگه داشت باز هم نتونست این کارو بکنه. قدرت خداوند و باعث شد که امام عسکری صاحب بچه بشه و بچه‌ش هم امام عصر باشه و ما منتظر هستیم تا ایشون قیام بکنه، ظهور بکنه و همه مردم و کره زمین رو نجات بده. انشاءالله. تشکر میکنم آقای قاسم از تماستون و همراهیتون با برنامه هشتگ سوژه. بیننده های محترم، آقای قاسم که از تهران با ما بودن اشاره کردن به یعنی نظر خودشون رو اینطور بیان کردن که حکومت عباسی از به دنیا آمدن شخصی به نام مهدی در حراس بود و این اعمال فشارها و محدودیتها و زندانی کردن اهل بیت علیهم السلام از آقا موسی بن جعفر تا امام حسن عسکری علیه السلام به خاطر این بود که از به دنیا اومدن امام زمان جلوگیری کنند. بله، این روشی هست که فرعون به کار برد برای جلوگیری از به دنیا آمدن حضرت موسی و خوندید در آیات قرآن و روایات اهل بیت و زندگانی حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام که نتیجه چه شد؟ در کاخ
فرعون حضرت موسی به دنیا آمد و در همان کاخی که فرعون از تولد حضرت موسی در حراس بود و صدها نفر رو کشته بود برای اینکه جلوگیری کنه از تولد فرعون، از تولد حضرت موسی، نتیجه چه شد؟ و دقیقاً در مورد امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف هم بن العباس یک چنین سیاستی داشتند. اینکه حضرت هادی و حضرت امام حسن عسکری علیهم السلام از سوی دستگاه خلافت تحت مراقبت شدید و ممنوع از ملاقات با مردم بودند، این مطلبی بود که بنی عباس دنبال اون بودند. این محدودیت و این مراقبت‌های شدید رو به وجود آورده بودند، چون حکومت بنی عباس و حکومت عباسی یک حکومت کاملا دیکتاتور بود. خانم سلام کنم به سرکار، خانم فاطمه از همدان. خوب هستین؟ خوبین؟ متشکرم. بفرمایید نظرتون رو میشنویم. زیاره ما هم باشین خدمت آقای محسن حضرت اول فرد. سلامت باشین. ممنونم. مرسی. این سوال مسابقتون ببخشید میشه تکرار کنین؟ بله بفرمایید که نظرتون در مورد اینکه حکومت عباسی امام حسن عسکری رو در شهر سامر را زندانی کرده بودن چیه، که چه اهدافی رو حکومت عباسی دنبال میکرد؟ به نظر من اونها به خاطر که دین مثلا این حکومت خودشان به خطر نیفته، امام رو زندانی کرده بودن که امام شیعین خودش رو دورش جمع نکنه و علیه اونها شورش نکنه. مثلا خب به خاطر حکومت خودش دیگه. که چه خطری داشت یک جوان 29 ساله امام حسن عسکری علیه السلام، چه خطری برای حکومت عباسی داشت؟ خطری نداشت امام، ولی اگه یارانش مثلا بیدار می شدن و با ایشون همراهی می کردن و سپاهی تشکیل می دادن، مطمئن داشتیم که حکومت ظالم رو برمی انداختن و انشالله حکومت اسلامی برپا می کردن. ولی اونا از این ترسیدن و نذاشتن که این سرانجام بیانجامه. از قدرت گرفتن شیعیان میفرمایید که حراس داشتن. آره دیگه، ترسیدن، گفتن مثلا شیعیان اگه قدرت بگیرن ما رو حتما شکست میدن و حکومت خودشون رو برپا میکنن. از این ترسیدن. احسنتون. امام رو زندانی کردن که نتونه دین خودش رو برپا کنه. احسنتون، تشکر میکنم سرکار خانم فاطمه که از همدان با ما بودید و نظرتون رو بیان کردید. خدا نگهدار شما. سلام میکنم به سرکار خانم نرگس که از اصفهان، از بهبهان با ما هستن. سرکار خانم نرگس صدای من رو دارید؟ بله بله. سلام میکنم خدمت شما و نظرتون رو میشنویم، بفرمایید. سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان محترم. یکی این که بله بله بفرمایید. سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان محترمتون. یکی این که خلفای عباسی میدونستن که فرزند ایشون به عنوان منتقم متولد میشن، لذا با زندانی کردن امام میخواستن تا مانع از تولد امام زمان عجل الله بشن، چون اخباری که از ناحیه پیامبر اکرم صلی الله و ائمه معصومین به مسلمانان میرسید، دست به دست به آیندگان منتقل میشد و این مهمترین کینه عباسیان نسبت به امام حسن عسکری علیه السلام بود، چرا که در همه روایات از امامی نام برده شده بود که از صلب امام حسن عسکری علیه السلام زاده خواهد شد و جهان را پر از عدل و داد خواهد کرد. احسنتون سرکار خانم نرگس. دوم این که خلفای عباسی با زندانی کردن امام میخواستن تا ایشون در میان مردم نباشد، چون که امام جایگاه عظیمی در میان طبقات گوناگون مردم داشتن و در میان شیعیان خود به تفسیر قرآن میپرداختن و جامعه را با مکتب قرآن و اهل بیت بیشتر آشنا میکردن. احسنتون. اما فکر میکنم هدف اصلی از زندانی کردن امام همون ولادت امام زمان عجل الله بوده. تشکر میکنم سرکار خانم نرگس که از بهبهان با ما بودید. سرکار خانم نرگس هم با آقای قاسم که از تهران بودن هم عقیده بودن که تولد امام زمان رو مهمترین دلیل میدونستن. سلام میکنم به سرکار خانم مرادی که از کرمان با ما هستن.
سلام خدمت شما عرض میکنم. سلام بر شما، آقای امام حسن عسکری و پیشاپیش و آغاز امامت امام زمان هم خدمت همه بینندگان عزیز تبریک عرض میکنم. احسنتون، بفرمایید، نظرتون رو میشنویم. سرکار خانم، صدای گیرندتون رو ببندید و صدای بنده رو از موبایل گوش بدید که این تکرار به وجود نیاد. مهمترین دلیلی که باعث خلفای عباسی اون زمان امام حسن عسکری رو در سامرا تحت نظر خودشون بگیرن، تحت نظر خودشون قرار بگیرن، میخواستن که اولا که میدونستن بعد از امام حسن عسکری امام صداتون رو داریم سرکار خانم مرادی، تماسشون قطع شد. بله، بیننده های محترم، در مورد حکومت عباسی صحبت می‌کردیم و اینکه مصداق اتم و اکمل یک حکومت دیکتاتور بود، از روش‌هایی که به کار برد در طول مدت حکومت و خلیفه ها و پادشاهان مختلفی که عوض شدن از حکومت عباسی، این رو به وضوح میبینیم که ترس از روشنگری اهل بیت علیهم السلام برای مردم داشتند و روش های مختلفی رو به کار میبستند که مردم با اهل بیت علیهم السلام در ارتباط نباشند. به قول امروزی ها این روش حکومتی رو روش تمامیت خواهی و توتالیتاریسم میگن. میتونید در اینترنت سرچ کنید و از سبک حکومتی توتالیتاری بیشتر اطلاعات به دست بیارید که ببینید بنی العباس چگونه اهل بیت علیهم السلام رو در فشار قرار میدادن و تحت مراقبت قرار میدادن. با روش‌های مختلفی سعی میکردند که برای شخص در رأس حکومت مثل هارون، مثل مأمون، مثل معتمد تقدس زایی بکنن. در حکومت عباسی همه چیز تحت کنترل و تحت سیطره حکومت بود. از هر چیزی که فکرش رو بکنید، یعنی بر تمام شؤون زندگانی مردم، از رفتارهای عمومی تا رفتارهای خصوصی شهروندان نظارت و کنترل داشت حکومت عباسی، چه برسه به شیعیان و اهل بیت علیهم السلام. یک حکومت تمامیت خواه، یک حکومت توتالیتار که فقط و فقط سعیش بر اینه که اون کسی که در رأس هست، یعنی مأمون، یعنی هارون یا معتمد، رو براش یک حاله مقدسی قرار بده و به اهداف شوم خودش به واسطه روش‌های مختلف برسه. البته در قرون معاصر هم حکومت‌هایی داشتیم که تمامیت‌خواه بودن و مثل بنی العباس این گونه روش رو در نظام سیاسی خودشون به کار بردن. استالین در شوروی، هیتلر در آلمان، موسولینی در ایتالیا، ماو در جمهوری خلق چین از مهمترین نمونه‌های تمامیت خواهی هستند که در این زمینه صحبت زیاد هست. یک نظام سیاسی داشت حکومت عباسی که تمام جنبه‌های زندگی عمومی و خصوصی افراد رو کنترل می‌کرد و حفظ قدرت سیاسی براش در اهمیت بود. سلام می‌کنم به آقای مرتضی که از آمریکا با ما هستند. سلام علیکم، حال شما خوبه ان شاء الله. متشکرم، وقتتون بخیر، بفرمایید، نظرتون رو میشنویم. به نظر من البته همین فرمایش معصوم که میفرمایند که اگر مردم محاسن کلام ما رو بفهمن از ما دنبال روی میکنن، پیروی میکنن، اصل قضیه هم همینجا بوده که اینا نمیخواستن مردم ما رو بشناسن و با کلام اونا آشنا بشن. احسنت. که حکومت خودشون مرغرض می شده دیگه، در اصل قضیه همین بوده از نظر من.
احسنتم. جنبه های دیگر، اهداف دیگری که حکومت عباسی دنبال میکرد چی مد نظر شما هست؟ اصل قضیهش که به نظر من همین بوده که مردم به اسلام ناب پیامبر و امیرالمومنین آگاهی پیدا نکنن. بله. و به قول معروف اینا حکومت کنن دیگه، به مکان به اون کارهایی که کردن اینا به اهدافشون برسن دیگه. احسنتم. تشکر میکنم آقا مرتضی که از آمریکا با ما بودید و نظرتون رو فرمودید. خدا نگهدار شما. خانم سرکار، خانم فاطمه از کرج، سلام میکنم خدمت شما. سلام علیکم. سلام بر شما، وقتتون بخیر، بفرمایید نظرتون رو در مورد سوژه امشب میشنویم. السلام علیک یا ابو عبدالله. یا حسین. السلام علیک یا امام حسین. لبیک یا حسین. لبیک یا حسین. زیارتتون قبول باشه، بفرمایید. تسلیت میگم شهادت آقا امام حسن عسکری به تمام شیعیان جهان و امامت آقا امام زمان رو به همه مسلمین جهان تبریک میگم. انشاءالله اللهم عجل لولی کل فرج. اللهم عجل ولی کل فرج. البته امشب در شب شهادت امام حسن عسکری علیه السلام هستیم و امام زمان عزادار مصیبت پدرشون هستن. بفرمایید سرکار خانم، به نظر شما حکومت عباسی از زندانی کردن امام حسن عسکری علیه السلام در شهر سامرا چه اهدافی رو دنبال میکرد؟ واقعا میترسیدن، خبر داشتن که استقامت آقای امام حسن عسکری بالا و دست آقای امام حسن عسکری حکومت عدل و عدالت سراسر جهان را خواهد گرفت و اون بود دائم مواظب بودن که ایشون ازدواج نکنه. ما خبر داریم که در کتاب ها اومده که حضرت امام حسن عسکری در خواب دختر پادشاه روم که به نام ملیکا بود میره و اون داستان جالب که بله. معجزه بزرگ مادر آقا امام زمان بود به وجود میاد و غیبت صغرا داشتن. هر وقت دشمنا وارد خانه امام حسن عسکری میشدن این بچه از رحم مادرش مخفی میشد، سیف میشد و هر وقت دشمنا جاسوسا نبودن این مادر باز. از نظر شما همین هست که به دنبال امام زمان بودن و جلوگیری از تولد امام زمان. تولد امام زمان بودن. تشکر میکنم سرکار خانم فاطمه که از کرج همراه برنامه هشتگ سوژه بودید. خدا نگهدار شما. در مورد نظام سیاسی حکومت عباسی صحبت میکردیم که نظامی بسیار پرخفقان، پرگیر و بند، با زندانهای مخوف و زندانی کردن افراد منتقد، افرادی که دارای مشهوریت بودند بین مردم، افرادی که محبوب بودند بین مردم و هر کسی به هر نحوی که از حکومت عباسی انتقاد می کرد به سیاهچال انداخته می شد، به زندان انداخته می شد. از اهل بیت علیهم السلام گرفته که روشنگری می‌کردند برای مردم و از ظلم و از ستم حکومت عباسی برای مردم صحبت می‌کردند تا یاران و اصحاب و اطرافیان اهل بیت علیهم السلام که همگی مورد آزار و اذیت حکومت عباسی قرار می‌گرفتند. دقیقاً به قول امروزی‌ها این نظام سیاسی تمامیت خواهی هست یا توتالیتار هست که دقیقاً حکومت عباسی این کار را انجام می‌داد که مقدس شماری برای فرد رأس حکومت، عرض کردم مثل هارون، مثل معتمد، مثل مأمون، برخورد سخت گیرانه و بی‌رحمانه با مخالفان نظام که در حکومت عباسی به کرات به چشم میخوره. حضرت امام حسن عسکری رو بارها به زندان انداختن، بارها بازداشت کردن و کل عمر شریفشون رو امام حسن عسکری علیه السلام تحت مراقبت بودند، مخصوصا دوران 16 ساله‌ای که در سامرا بودند و عرض کردم ابتدای برنامه هفته ای دو مرتبه روزهای دوشنبه و پنجشنبه حاضری میزدن در دارالخلافه. آزادی های فردی به ویژه آزادی بیان در حکومت عباسی هیچ گونه معنا و مفهومی نداشت. از شهروندان عادی گرفته تا
حتی شیعیان و محبین اهل بیت علیهم السلام به قدری ارتباط با امام حسن عسکری علیه السلام رو سخت کرده بودند که حتی نزدیکترین نمایندگان خاص امام حسن عسکری علیه السلام مجبور می شدند دست به تجارت بزنند و در قالب و در پوشش تاجر به خدمت امام حسن عسکری و به خانه امام حسن عسکری علیه السلام مراجعه کنند. چند نمونه از یاران خاص امام حسن عسکری رو میتونید در تاریخ مطالعه کنید که اینها دست به کارهای مختلفی زدن، تجارتهایی میکردن به خاطر اینکه در پوشش تاجر بتونن به خانه امام حسن عسکری علیه السلام رفت و آمد داشته باشن. و جالبه که اکثر حکومت‌هایی که به نام اسلام دارن به اسلام ضربه می‌زنن الان، مثل عربستان، مثل بحرین و حکومت‌های خودکامه‌ای که مستبدانه شهروندان خودشون رو زیر یوغ ستم خودشون فرو بردن، جالبه که این نظام سیاسی حکومت عباسی به وفور و واضح و آشکار در این حکومت‌ها دیده میشه. تک تک کارهایی که حکومت عباسی انجام میداد برای ثابت بودن نظام حکومتش میبینیم که در این چنین نظام‌ها و این چنین حکومت‌ها هم داره پیاده میشه. بعد از زندانی شدن افراد مختلف عرض کردیم که از حضرت موسی بن جعفر باب الحوائج علیه السلام که مشهور 14 سال هست حضرت در زندان بودند تا فرزندان اون حضرت، تا اصحاب اون حضرت و یاران دیگر امامان، تا امام حسن عسکری علیه السلام که طاغوت زمان معتمد عباسی اون حضرت رو در سامر را زندان کرده بود و اجازه رفت آمد به اصحاب، یاران و شاگردان اون حضرت داده نمی شد. با این حال شیخ طوسی شمار شاگردان امام حسن عسکری علیه السلام رو افزون بر 100 نفر می نویسه. با تمام این بگیر و ببندها، با تمام این زندانها، با تمام این محدودیتها و اعمال فشارهای حکومتی برای امام حسن عسکری علیه السلام، جناب شیخ طوسی افزون بر 100 نفر رو نامشون رو ذکر می کنه که از شاگردان برجسته امام حسن عسکری علیه السلام بودن که اکثر اینها عرض کردم در پوشش کاسب به محضر امام مشرف می شدن و کسب فیض می کردن. شخصیت هایی مثل احمد ابن اسحاق اشعری یا ابو هاشم داوود ابن قاسم جعفری، ابو عمر عثمان ابن سعید عمری، علی ابن جعفر، محمد ابن حسن صفار و دیگران از بزرگان که عرض کردم تعداد 100 نفر رو من اینجا اسامی شاگردان اون حضرت هست، کسانی که بعضی هاشون از نمایندگان و وکلای خاص و مورد اعتماد امام حسن عسکری علیه السلام بودن، مثل ابراهیم ابن عبده نیشابوری، احمد ابن اسحاق اشعری، احمد ابن محمد، جعفر ابن سهیل، عثمان ابن سعید، علی ابن جعفر، قاسم ابن علا و دیگران از اصحاب و یاران و شاگردان امام حسن عسکری علیه السلام. بله بیننده های محترم، عرض کردم این نحوه و این نظام سیاسی حکومت عباسی بسیار بسیار قابل تأمل هست و همونطور که ابتدای برنامه هم اشاره کردم جا داره که برنامه یا برنامه هایی داشته باشیم که درخواست‌های زیادی هم از شما بیننده‌های محترم داشتیم تا به اکنون و اتاق فکر برنامه هشتگ سوژه اطلاع دادن که انشاءالله به زودی در مورد نظام سیاسی و روش‌های حکومتی حکومت عباسی انشاءالله برنامه یا برنامه‌هایی خواهیم داشت و در این زمینه بیشتر با شما بیننده‌های محترم صحبت خواهیم کرد. مطلبی که برخی بیننده ها هم در تماس ها دیدید و شنیدید که اشاره کردن این بود که حکومت عباسی مثل فرعون به دنبال این بود که مهدی از فرزندان امام حسن عسکری علیه السلام به دنیا نیاد و متولد نشه. سلام میکنم به علی آقا که از گرگان با ما هستن.
عرض سلام دارم خدمتتون. سلام بر شما، متشکرم. بفرمایید نظرتون رو در مورد سوژه امشب میشنویم. بله، تاثیر نیاز میکنم سوال آقا رو و احسنتون مطلبی که در واقع امروز خیلی اذیت میکنه همه مسلمین رو. بالاتفاق عدم آگاهی در واقع واقعی، شناخت واقعی اومد اسمه. اگر یه اتفاق بخته من معتقدم دیگه همینی پیدا خواهیم کرد. همه جامعه مدنی اسلام همونطور که فرمودی عربستان و بحرین و حالا حکومت های دیگه هم داریم دست گرفته متاسفانه تحت ظلم واقع میشن مسلمان ها و بنا به دلایل مختلف واهی به زندان افکنده میشن یا تحت ظلم قرار میگیرن. جناب آقای علی آقا، سوژه امشب ما در مورد حکومت عباسی هست. تمرکز کنید روی این موضوع و بفرمایید که نظرتون در مورد دلایل و اهدافی که حکومت عباسی داشت از زندانی کردن امام حسن عسکری علیه السلام به نظر شما چی هست؟ خب بدیهیه. و حال ببینید هر جا اگر قرار باشه افشاگری اتفاق بیفته، کنار افشاگریه که در واقع زندانی شدن افراد اتفاق میفته. اگر قرار باشه کسی حرف از عدالت بزنه زندان سراغش میاد، وگرنه دلیلی نداره. اگر قرار بود ائمه ما صرفاً به عنوان عزاداری بر پدر بزرگوارشون ابا عبدالله صرفاً عزاداری و مناسک باشه، قطعاً مشکلی به وجود نمیامد. این اسلام سیاسی ائمه ما بود که باعث میشد عموماً تحت ظلم قرار بگیرن، در واقع تحت زندانی شدن قرار بگیرن و اون ظلم ادامه داره. این بنی عباس هن که الان توی عربستان دارن حکومت میکنن و عملا اون ظلم ادامه دار رو الان داریم. این که امام حاضر ما پشت پرده قرار گرفته، فکر نمی کنید همون بنی عباس حضور دارن و همون امام حضور داره الان و این اتفاق همین الان در جریانه. یعنی اون ظلم ادامه پیدا کرده و اون امام هم الان حاضر هست و میبینه ما رو و ما با اون ظلم قدیم در واقع باید ادامه پیدا کرده و این مظلومیت جدید پیدا شده. ما نباید صرفا در تاریخ بمانیم. بله این مقدمه ای که فرمودید در خصوص امام درسته، ولی ما اگر در تاریخ بمانیم و اون ظلم قدیم رو که برش گریه میکنیم با ظلم جدید گره نزنیم، قطعا موفق نخواهیم بود. مسلماً جدا نیست. تشکر میکنم آقای علی آقا که از گرگان همراه برنامه هشتگ سوژه بودید. خدا نگهدار شما. واقعاً جای خوشنودی هست بیننده های محترم که میبینید و میشنوید که بیننده ها با مطالعه جواب سوال برنامه رو میدن و چقدر ریزبینانه و ظریف نکات رو موشکافی میکنن. و این بیننده هم که از گرگان با ما بودن اشاره کردن به ادامه داشتن ظلم حکومت عباسی و اینکه دلیل غیبت و طولانی شدن غیبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف این هست که ظلم حکومت عباسی همچنان ادامه داره. بله، عرض کردم اشاره ای شد به فرعون و اینکه از بین می برد مادران بسیار زیادی رو، میکشت، به قتل میرساند و حراس داشت از به دنیا آمدن موسایی که منجمین و مورخین و بزرگان به او اطلاع داده بودند. یقیناً حکومت عباسی هم مانند فرعون اطلاع داشت از ده‌ها حدیث نبوی که در مورد مهدی آخرالزمان بیان شده بود و صدها روایتی که در این زمینه وجود داره و نام مهدی آخرالزمان دوازدهمین وصی و جانشین پیامبر آخرالزمان ذکر شده و از زبان مبارک و مقدس و نورانی پیامبر خدا هست و دیگر اهل بیت علیهم السلام و دنبال این بودند که این مهدی به دنیا نیاد. یا در برخی مواقع و دورانها به دنبال این بودند که به انحراف بکشانند جامعه شیعی رو. میبینید که در پادشاهان و خلفای حکومت عباسی بعضی از اونها نامشون مهدی هست. اینها قصد داشتن که به جامعه این رو بقبولانند که آن مهدی که
در احادیث نبوی هست و در دیگر احادیث هست مهدی آخرالزمان همین فرزند من هست و یقیناً این تلاش و فعالیت اونها بی ثمر بود، چرا که اون 12 نفر جانشینی که در احادیث نبوی ذکر شده و اسامیشون ذکر شده جز بر ائمه اثنا عشر بر هیچ 12 نفر دیگری مصداقش سازگار نیست. و این مطلبی است که حتی طبری از مورخین اهل تسنن، این شخصی که بسیار متعصب هست نسبت به دشمنان اهل بیت، دشمنان خدا و دشمنان رسول خدا، بسیار متعصب هست و در حد پرستش از اونها نام میبره و در مورد رسول خدا بسیار بسیار بی حیا عمل کرده در تاریخ طبری. حتی طبری هم نتونسته منکر این روایات بشه و این روایت ائمه اثنا عشر رو ذکر کرده و بسیاری از مورخین اهل تسنن ذکر کردن. مطلبی نیست که قابل انکار باشه، همون زمان هم قابل انکار نبود. لذا حکومت عباسی سعی میکرد که از به دنیا آمدن مهدی آخرالزمان ممانعت کنه و جلوگیری کنه. از زمان امام موسی بن جعفر علیه السلام که اون حضرت رو در سیاه چالها نگاه می‌داشتند به دور از خانواده، تا دیگر اهل بیت، تا امام هشتم حضرت سامن الحجج علیه السلام که اون حضرت رو به اجبار از مدینه به خراسان آوردند و امام هادی که به اجبار از مدینه به سامرا آورده شد به همراه اهل بیتشون، و امام عسکری علیه السلام که در دوران کودکی با پدرشون امام هادی به سامرا اومدن، همه و همه این محدودیت ها و مراقبت ها یک دلیل مهم داشت. یکی از مهمترین دلایلش همین هست که بیننده های محترم هم در تماس ها اشاره کردند، جلوگیری از تولد مهدی آخرالزمان. سلام میکنم به آقا محسن که از مشهد مقدس با ما هستند. سلام علیکم، وقتتون بخیر آقای محسن، بفرمایید نظرتون رو در مورد سوژه امشب میشنویم. زد عرض تشریعت مناسبت شهادت حضرت امام عسکری سلام الله علیه. احسنتم، بفرمایید به نظر شما چرا حکومت عباسی سالها امام حسن عسکری رو در سامرا زندان کرده بود؟ چه اهدافی رو دنبال میکرد حکومت عباسی؟ خلفای عباسی روایتی از پیغمبر شنیده بودن که نهمین امام از نسل امام حسین علیه السلام به نام مهدی موعود میباشد که دنیا را پر از عدل و داد می کند. و سال بعدیش هم که نمی خواستن که امام در بین مردم باشد و در بین مردم استفادی برقرار کند، دوم که نمی خواستن که امام نسلی از خود به جا بذارد. و این معتمد عباسی چنان ظالم بود، الان در کلی بیانات هیچ چیزی از این مظلومیت این امام بزرگ در بیان نیامد، چرا که چون امام حتی حج واجب را نذاشت داره، یعنی تنها امامی در بین امامان که حاجی نشد، اصلا ایشان حج هم نرفته و طبق روایات ما شنیدیم. احسنتون، بله، که اینقدر یعنی امام در زندان و در اون پادگان نظامی هست بود که حتی حج واجب هم نذاشت. به مخالفین بگیم حج واجب، چرا واجب یک حج واجب را نذاشت امام برود؟ سلام علیکم. تشکر میکنم آقای محسن که از مشهد مقدس ما بودید، خدا نگهدار شما. بله، نکته مهمی رو اشاره کردن این بیننده ای که از مشهد مقدس با ما بودن، این که تنها امامی که به سفر حج مشرف نشودن طبق مشهور روایات حضرت امام حسن عسکری علیه السلام بودن، که به قدری حکومت عباسی از محبوبیت امام حسن عسکری بین مردم در حراس بود که حتی اجازه به جا آوردن حج رو به ایشون نمیداد، چون مسلماً در مراسم حج مسلمان‌ها از کشورهای مختلف به مکه می اومدن و با اون حضرت ملاقات و دیدار داشتن و مسلماً محبوبیت اون حضرت بیش از پیش می شد. افشاگری ها و روشنگری های امام حسن عسکری علیه السلام در حج برای حکومت عباسی، یک چنین حکومت دیکتاتور و توتالیتاری، مسلماً خطرساز بوده و لذا اجازه نمی داد که حتی امام حسن عسکری علیه السلام به سفر حج مشرف بشن. یکی از
نمونه های دیگری که در حکومت عباسی میبینیم اینه که بسیار در راه رسیدن به اهداف حکومت خودش دارای مأمورین اطلاعاتی بسیار زیاد بود، مأمورین مخفی بسیار زیاد که در روایات هم میبینید کسانی که در زندان معتمد بودند گزارش میکنند که زمانی که در زندان بودیم اشخاصی بودند که خودشون رو علوی معرفی میکردند و ما اونها رو نمیشناختیم. و یکی از این افراد میگه، یکی از یاران امام حسن عسکری علیه السلام اینطور نقل میکنه که در زندان بودیم و شخصی خودش رو علوی معرفی میکرد و وقتی که اون شخص رفت بردندش برای کاری مأمورین و ما با امام تنها شدیم در زندان، امام عسکری علیه السلام به ما فرمودند که این شخص از ما نیست، از او در حراس باشید و برید همین الان در لباسهاش ببینید، اوراقی رو میبینید از مکالمات شما که در این ایامی که در زندان بودید و روایتش مفصله. مشخص میشه که مأمورین حکومتی و مأمورین اطلاعاتی نظام حکومت بنی عباس، حکومت عباسی، تا داخل سلولهای زندان هم نفوذ داشتند و حتی در زندان هم از شیعیان و از امام حسن عسکری علیه السلام در حراس بودند، در این حد که بله به قول امروزی ها در حکومت یا نظام سیاسی توتالیتاری که یک سیستم واقعا دیکتاتور به تمام معنا هست، دارای پلیس مخفی و نیروهای اطلاعاتی بسیار زیاد و گسترده هست چنین نظام سیاسی که به خوبی در حکومت عباسی این روش دیده میشه. بله اگر اتاق فرمان آماده هستن دقایقی به پیام‌های بیننده‌های محترم بپردازیم. بله به اینستاگرام امام حسین تی وی وان، شبکه جهانی امام حسین علیه السلام مراجعه میکنم. شما هم اگر اینترنت در اختیار دارید میتونید همین الان در اینستاگرام امام حسین تی وی وان ببینید این پیام ها رو. بیننده ای نوشته میخواستن امام هدایتگری نکنن و منافع مادی حکومت از دستشون نره و امام آنقدر اونجا باشن تا از دنیا برن. حسین از برازجان در تلگرام برنامه هشتگ سوژه نوشتن که اهداف حکومت عباسی منزوی کردن امام و دور کردن ایشان از مردم و مخصوصا شیعیان بود، چون از ارتباط مردم با ائمه میترسیدند. علی از اصفهان نوشته حکام بنی عباس برای مستحکم کردن پایه‌های حکومت خود انواع ظلم‌ها و ستم‌ها را به اهل بیت علیهم السلام روا می‌داشتند و این یک نمونه از ظلم‌های ایشان به اهل بیت به شمار می‌رود. احسان از شهر کرد نوشته عباسیان از ارتباط مردم با امامان و برملا شدن حقانیت ایشان و باطل بودن حکومت خود می ترسیدند. به همین دلیل امام حسن عسکری و همینطور پدر ایشان را در حصر نگاه می داشتند و امام حسن مجبور بود هر هفته در دارالخلافه حاضر شود و حضور خود را در سامرا اعلام کند. علی از آلمان نوشته هدف آنها تسلط نظامی بر امام حسن عسکری و تحت نظر قرار دادن تمام رفتار و حرکات و اقدامات ایشان بود تا از اقدامات مردم علیه حکومت جلوگیری شود. فاطمه از قم نوشته به نظر من به دنبال محدود کردن امام حسن عسکری علیه السلام بودند. تشکر میکنم از تمامی بیننده هایی که همراهی کردند برنامه هشتگ سوژه رو در این قسمت، قسمت 181 با پیام های خودشون و حمایت هاشون با ارسال جواب که از درگاه های مختلف برنامه هشتگ سوژه جواب برنامه رو ارسال کردید، در واتساب، در تلگرام، در اینستاگرام و فیسبوک. تشکر میکنم از همگی شما و همچنین بیننده هایی که با تماس های خودشون همراهی کردن برنامه امشب رو. بله از روش های حکومتی و نظام سیاسی حکومت عباسی صحبت میکردیم که عرض کردم مطالب بسیار زیاد هست و به عنوان نمونه این مطالب رو عرض کردم. انشاءالله برنامه یا برنامه هایی در این زمینه خواهیم داشت. این که حضرت هادی و امام حسن عسکری علیه السلام از سوی دستگاه خلافت تحت مراقبت شدید و ممنوع از ملاقات با مردم بودند
از طرفی باعث شد که مردم آمادگی کافی برای دوران غیبت 12 امام را داشته باشند و در امور سیاسی و حل مشکلات خود با اصحاب خاص، وکلا و نمایندگان امام در ارتباط باشند که دوران غیبت در نظر آنان عجیب نیاید. عاقبت نظام حکومت عباسی به سطوح آمد از شدت محبوبیت امام حسن عسکری علیه السلام میان مردم، و امام حسن عسکری علیه السلام را در سن 29 سالگی نزد معتمد طاغوت عباسی بردند. او که از احترام جمیع طبقات مردم به امام و مقدم داشتن ایشان بر تمام علویان و عباسیان به تنگ آمده بود و از شنیدن فضائل حضرت مالامال از کینه شده بود، تصمیم گرفت ایشان را به شهادت برساند. لذا معتمد دستور داد زهری کشنده آماده کنند و به امام حسن عسکری علیه السلام خوراند که بر اثر آن بدن حضرت رنجه گشت و در بستر شهادت افتادند و حدود یک هفته حضرت امام حسن عسکری علیه السلام در بستر شهادت بودند تا اینکه در روز 8 ربیع الاول سال 260 هجری قمری به شهادت رسیدند. و این شب و روزها واقعا شب و روزهای سختی است برای حضرت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، مهدی فاطمه، داغدار و عزادار مصیبت پدر بزرگوارشون امام حسن عسکری علیه السلام هستند و واقعا جا نداره و آدم تعجب میکنه از اینکه بعضی شروع امامت امام زمان رو بخوان تبریک بگن. اصلا واژه تبریک به در دهان نمیچرخه. این شب و روزهای سخت بر امام زمان و ایشون که عزادار پدر بزرگوارشون امام حسن عسکری علیه السلام هستند، انشاءالله که ما هم بتونیم تسلای قلب داغدار امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در این شب و روزها باشیم. پس از شهادت امام حسن عسکری علیه السلام، یاران ایشان متفرق شدند. دسته ای خود را منتسب به جعفر برادر امام حسن عسکری کردند. گروهی سرگردان شدند، عده‌ای به شک افتادند، دسته ای در حالت سرگردانی و ابهام ایستادند و جمع قلیلی به توفیق خدای متعال بر دین خود ثابت ماندند. حضرت امام صادق علیه السلام می‌فرمایند در دوره‌ای که بدون نشانه دیده شدنی ماندید، کسی از شبهه‌ها و سرگردانی‌های آن دوران نجات نمی‌یابد مگر اینکه دعای غریق را مداومت کند. مداومت بر خواندن دعای غریق در این دوران: یا الله و یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلبی علی دینک. تشکر میکنم از بیننده های محترم که همراه سوژه امشب بودید. تا سوژه روز سه‌شنبه ساعت 19:15 به وقت تهران، یا علی مدد، خدا نگهدار شما.